همیشه میگن که آدما برن خاطراتشون میمونه، به خصوص که راجبی هنرمند خاطرات قشنگ آدم میتونه به یاد بیاره. زمانی بود که ما به سان فرانسیسکو برای یک کنسرت بسیار بسیار پرشکوه دعوت شدیم. من بودم، زنده یاد مهستی جون، حجی جون و مهران عزیز که مدام با خانم مهستی تو همه سفرها و کنسرت‌ها ایشون هم بودم و شرکت میکردم. یادش بخیر، ما از هواپیما که در سان فرانسیسکو پیاده شدیم، برنامه گذار اومد سراغ ما و ما رو برد به سالن کنسرت. یه جای خیلی خیلی زیبایی بود، یه حالت دیسکویی داشت ولی عظمت بزرگ و با میران پروژکتورهای آنچنانی و لایتای آنچنانی و دستگاه‌های آنچنانی و دو طبقه. خب ما رفتیم سانچکمون رو کردیم، تک تک سانچک کردیم و اومدیم رفتیم برای صرف ناهار. جا تو خادی رفتیم توی یه رستورانی که کاملا ایرونی بود، 100% ایرونی بود و چقدر هم غذاهای خوشمزه ای داشت و ناهار و نوش جان کردیم و همگی رفتیم برای اقامت هتل که به اصطلاح آماده بشیم برای شب. وقتی می‌بینیم هتلی وجود نداره، یه جاییه که عین دهاته، دهاتای سان فرانسیسکو، ما رو برده بودن اونجا و آلاچیق آلاچیق بود، خیلی با صفا، یه آبشار هم بغلش بود و یک صفایی داشت که نهایتاً آدم آرامش بهش دست می‌داد. رفتم و گفتم یه سیگاری بکشم، اون موقع سیگار می‌کشیدم، الان 6 سال لب نمیزنم خدا رو شکر. رفتم و وایسادم اون بالکن، اون چوبای قدیمیه و یه سیگار روشن کردم اینا و یهو دیدم یکی داره پایین که حالت پارکینگ هم داشت عبور میکردن ازش، داره سوت میکشه. پشتم نگاه کردم، میبرم جز من کسی نیست، نگاه کردم دیدم 3 تا پسر سیاه پوستن، کلشون اینجوری کردم بالا و هی من میگم خب بلتب با من بودن دیگه. گفتم what؟ چه؟ گفت how much؟ گفتم what؟ گفت how much؟ گفتم excuse me، ببخشی؟ عصبانی شدم، اومدم که کافره بریزم به هم و جی اومد از اتاقش بیرون. گفت چیه؟ با کی داری اینجوری درد میکنی دوباره؟ گفتم بیا ببین اینا چی میگن؟ از اون پایین به من اینجوری میکنن، ها ماچ. گفت الان من که عجیب میشم همینجوری حرف زد و جی جو. رفت دارن گفت وات؟ گفتن که How much؟ گفت $5، یعنی $5. گفتم هاچی؟ گفت $5 too. یارو اینجوری میکرد. گفتم وای به خاک بر سرم، ما رو فروختی هاچی، خجالت نمیکشی تو، حیا نمیکنی تو. مهستی جون اومد بیرون، اومد بیرون گفت چیه جنیان چیه و اینا، گفت She's $5 too. که همه اون زنی زیر خنده بود، حجی رو بغلش کردیم و گفتیم بریم تو. حجی اینقدر شیرین بود، با همه شوخی میکرد، با همه سر به سر میذاشت. خب منم بلتب راحتش رو میذاشتم و خیلی سر به سرش میذاشتم، ولی عاشقانه میپرستیدمش. اونم همیشه با من دعوا داشت، دریبری هم میگفت، ولی عاشقم بود، ما عاشق هم دیگه بود. بعد از اون شد و اومدش که شهر سهرانی به اینجا ببینم این لباسه، یعنی نگاه کن چقدر خوشگله، خودم دوختم جدیده. نگاه کردم دیدم واو چقدر خوشگله، از این ارگانزا به شما، از این حریرای ارگانزای خشن بود. یادمه که رنگ خورشید بود، رنگ آسمون کهربایی بود، تقریبا کهربایی روشن. گفتم اون عجب رنگ، عجب قشنگ، روشن بود، به طلایی میزد تقریبا.
بعد شلوار سفید این برام ورش تمام به اصطلاح پولک و نمیدونم تاج و کتش همینجوری و تمام نگیندوزی کارهای کت شلوارهای صحنه‌ش همه رو حاجی جون خودش انجام میداد. گفت این برای زیر این خیلیش آدم آره خیلی قشنگه. ولی حاجی اونجا پروژکتورها رو دیدی چی بود که اگه گرمه شو چی؟ گفت خب کدامو در میارم؟ گفتم کتو در میاری؟ گفت آره. گفتم خب این حریر روی این لباس تو با این همه مویی که تن تو داره، سینه تو داره، پشت تو داره، شکم تو مو داره به این گندگی اونا چیکار میخوای بکنی؟ از زیر حریر تو پیداست که. گفت آره راست میگی، چیکار کنم؟ الهی من قربونت برم و جی دلم برات تنگ شده. گفتم میدونی چیه؟ بیا برو تو وان بشین، من تن تو برای تیغ بندازم. گفت با مگه میشه؟ گفتم آره بابا برای امشب که میشه. بردمش توی همون صابون برشتم و تمام تن حاجی بلور ملوری هم بود و توپلی و اینجوری سرسینه داره قربونت برم. نشوندمش و روزگار بد نبینی با این تیغ. شیش تا هفت تیغ عوض کردم من، تراشیدم آی از این بالا تو گردنش و دستاش و پشتش و رو شکمش و خلاصه تا تو کمرش پشت و جلو من ترشیدم. ترشیدم و حاجی من گفت چه بلور شدم. گفتم آره خیلی خوب شدی، همیشه این کارو بکن. شب روزگار بد نبینی ما رفتیم برای برنامه حجرون اون حریر ارگانزایش و پوشید و کچبراش هم پوشید و همه آماده شدیم اومدن دنبالمون و رفتیم تو سالن. خانم پوری بنایی عزیزم نور چشمای من به من زنگ زد گفت شنو جان ما اینجا سان فرانسیسکو این پیش اکی جون، اکی بنایی که خواهر پوری جونن، با آقای بهدت خدا بیامرز و خانومش و آقای جلیلبن خدا بیامرز و خانومش و چند نفر دیگه که کلن می شدن از این که مسکره می دونم 13 نفر اینطورا می خواهیم بیاییم برنامه شما و محسدی جون و حجی جون و آقای مهران. منو میگی انقدر خوشحال شدم انگار خداوند دوباره سینمای طلایی رو به من هدیه داد، چرا که از بزرگان سینمای طلایی بودن و هستن. از نظر من هنرمند، بازیگر، خواننده، تئاتری در هر قشری همیشه زنده است، چون نامش زنده خواهد موند و آثارش زنده خواهد موند. به همین دلیل هنرمند هرگز نمیمیرد، هرگز. عزیزایی که شما باشید، من اطاعت امر کردم به کنسرت گذار گفتم که عزیزم من یه خواهشی ازتون دارم، من 13 نفر مهمان دارم تو پرایویت بالا قسمت مخصوص بسیار اسپشیال میز بچینین و هر چی که توی این مکان هست روی میز لطفاً بذارین که من شرمنده مهمونا نشم و پذیرایی پرفکت ازتون میخوام، پذیرایی چون بزرگان سینمای طلایی دارن میان. خیلی خوشحال شد و گفتم مهمان من هستم، خواهش من صورت حساب براشون روی صحنه نبرید، روی میزشون نبرید. گفت خانم شهناز نازنین، هنرمندان سینمای طلایی شما مهمان خود منن و شما هم مهمان ما هستید. خیلی بچه با معرفتی بود، ایرونی با معرفت مثل همه شماها. خلاصه خانم پوری بنایی تشریف آوردن به اتفاق مهمانان و مردم همه شلوغ و جمع بود و آقای مهران برنامه گذاشتن و بعد خانم محسدی رفتن رو صحنه خوندن و که خب خانم محسدی هر جا میخوندن واقعا شورهاری به پا میشد با اون صدای قشنگش. شد نوبت حجی جون.
حجی جون رفت روی صحنه، سلام 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 سلام، من اومدم. از این مدلی میرفت رو صحنه، رفت رو صحنه و سکن دایگزی ناینای خوند و نمیدونم قزنفر خوند و نمیدونم فلان خوند و شوخی کرد و سر به سر مردم گذاشت و مردم رو خندوند و گرمش شد. نیم ساعتی که روی صحنه بود کتش رو در آورد. این ارگانزای که تمام تن این تفلک عرق کرده بود، منم تیغ انداخته بودم زیر این ارگانزا، بلیز ارگانزا، این تن به سوزش افتاده بود، تیکه تیکش کرده بود، آتیش که هی گفت سکن نرنگزی نرنگزی اینجوری کرد. من از اون پاشا او چیه گفت پیدر دیدر من چرا گذتم گفت پیدر من گفتم چی شد و آتیش کرد. بالاخره برنامه رو سردش رو هم آورد و اومد بیرون گفت بابا مردم خدا چرا با من این کاری بگونم حالا چیه خوش تن و بدن خوشگل شده حالا بیا خوبی کنم. گفت دارم آتیش میگیرم. گفت خب تیغ انداختن اون بلیزی که تن توه ارگانزاست داتی گفت داتی تا یه گده بایده پیرم به این خوشگلی. رفت در آورد و تیشرت آورده و پوشید و همجوری یخ میمولید به تنش. گفت من بلایی به سر تو بیارم کاری باید بکنم که مرغای هوا به حال گریه کنن. خلاصه اون شب ما یه عشق دیگه کردی با همه عشقای دنیا فرق میکرد. من از سالار خودم خانم پوری بنایی دعوت کردم که مردم از نزدیک ببیننشون. ایشون هم مثل همیشه که لطف داره به عاشقانش و هنوزم همون لطف رو داره، همون بزرگواری رو داره، کما اینکه اگر تو سینمای طلایی می درخشید امروز در جمع مردم نیازمند می درخشه. خانم پوری بنایی امروز دست‌های محبت خداوند شده که به نیازمندان، مریض‌ها، سرطانی‌ها، محتاجان از صبح تا شب میره و وقت با اینا میذاره، براشون پول جمع میکنه، به بیمارستان ها میره، به بیمارستان ها میرسونه و پوری جون شده حامی مردم نیازمند و بیمار که خداوند الهی شفاشون بده. در بنیاد زینب کبرا امروز اومدم اینجا چون نزدیک عیده کلی خرید کردم به نفع بچه های عزیزمون و به نفع خانمای نیکوکارمون که اینجا خیلی زحمت میکشن، به خصوص بچه‌هایی که من عاشقشونم، میپرستم این بچه‌ها رو. ماهاست که ما دنبال آزادی یک جوان 23-24 ساله گل هستیم که خدا رو شکر خدا رو شکر امروز خانواده بزرگ و محترم این نازنینا که اومدن در دفترخونه رضایت دادن، من ازشون سپاسگزارم. دست همه‌شون، پدر و مادر و خواهرها و برادرهاشون رو تک تک می‌بوسم و ازشون تشکر می‌کنم، چرا که اینا باعث میشن که خانواده‌های دیگه یاد بگیرن که چقدر گذشت خوبه. وقتی گذشت می‌کنن این آرامش تو وجودشون هست. امروز من حس کردم واقعا مادر اون جوونی که از دست رفته بود میگفت من چرا باعث بشم یه مادر دیگه داغدار بشه. این برای من قابل ستایش بود. خیلی ازشون سپاسگزارم. دست تک تکشون رو میبوسم و خواستم تشکر کنم از بزرگانی که در ملایر و همدان اینقدر زحمت کشیدن و باعث آزادی این جوان شدن سپاسگزاری کنم. پسرا آبی و سرمه‌ای، برای دخترها صورتی و قرمز، ولی تمیز باشه با تمام وسایلش. من از عزیزانی که خب مبلغ زیادی که خواهر و برادرم کمک کردن، یه مبلغ خودم دارم کمک میکنم و خانم لیلا فروهر عزیزمون
خانم فریبا، آقای همایون، دختر گلشون آرزو جون و یه چند نفر از دوستان دیگه هستن که خیلی محبت دارن، همیشه تو خیریه ها به من کمک میکنن. بعد اینا برای کجا هستش؟ اینا برای بلوچستان. برای چون از اونجا به من زنگ زدن گفتن که چون همه کیف و دفاتر و همه این چیزاشون رو آب برده، یه تعداد زیادی کیف و لوازمشون رو میخوان که من براشون، البته حالا یه جای دیگه من باید از شما کمک بگیرم، جایی که صندل داشته باشن که از بچه های 3 سال به بالا صندل براشون بگیرم، اونا رو هم برای بچه ها اینجا که مثل کفش کتونی و اینا نمیتونم بپوشم، فقط باید صندل باشه. مرسی. اینا رو باید بگیرم و براشون بفرستم به بلوچستان. بلوچای عزیزی که اینقدر مهربونن، اینقدر محبت به ما کردن، دعوتمون کردن، شام بهمون دادن، خیلی خیلی از بلوچای عزیز که همیشه کوچیکیتون رو میکنم سپاسگزارم. مرسی. من پوری جونم خسته نباشی، الهی این پاهای راه خیرت هرگز هرگز خسته نشه و در راه خیر انقدر بدی تا همه شفا بگیرن. آمین. اون شب پوری جون مشغول شد و صحبت کرد و یه 5 دقیقه از مردم از عاشقانش تشکر کرد و نوبت رسید به آقای چنگیز جلیلوند، صدای فردی آمد رو صحنه. یه تیک خنده فردین رو کرد، یه تیک دیالوگ‌های زنده یاد فردین رو کرد که مردم همه باش خاطره داشتن. مردم زار زار گریه می‌کردن. اشک مردم، حق حق مردم رو ما می‌شنیدیم. باورم کنید. آقای جلیلوند هم احساساتی شده بود چون راجع به کم کسی حرف نمیزد. و همه تونم میدونی که فردین آقای سینمای طلایی همیشه آقا بود و همیشه آقا هم از این دنیا رفت، ابرمردی بود. خانم عکیه بنایی که در امریکا سانفرانسیسکو زندگی میکردن، ایشون هم آمدن یه آهنگ فهمت بره بالا خوند، بسیار با اون صدای قشنگ و نازنین و شیرینش، و جناب وحدت آمد روی صحنه. روحت شاد مرد بزرگ آمد با مردم با اون لهجه قشنگ اصفهانیش قدری صحبت کرد و یکی دو تا جوک هم گفت که مردم از اون حال هوای گریه و اینا بیان بیرون. داستان رفت تو مایه های خنده و شادی و دوست داشتیم قشقش مردم رو، خنده های مردم رو همه با هم بشنویم، چرا های های گریه هاشون رو اون شب شنیدیم که این مردم خوب ایران ما چقدر عاشق ایران و ایرانی بودن، چقدر عاشق سینما فیلم های ایرانی بودن، به خصوص نسل امروز که با داره هنرمندای ما، بازیگران ما، خواننده های ما تازه دارن بعد از مرگشون دارن مشهور میشن، معروف میشن. بچه های جوان، نوجوانان دارن تازه هاید و فردین و مهستی و گوگوش میشناسن، تازه اینا دارن، بچه های امروز دارن گذشته هنرمندان رو مرور میکنن، فیلماشون رو میبینن، ترانه هاشون رو میشنون. آقای وحدت هم افتخار سینمای طلایی بود که خاطراتش بسیار دلنشین و زیبا بود اون شب، و شروع شد برای برنامه ارکستر رو. من در خدمتتون بود، در خدمت مردم بودم، میگم در خدمت شما، الان در خدمت شما دیگه خاطره است دارم تعریف میکنم. عزیزای دلم، اون شب منم برنامه گذاشتم، ولی کی برنامه گذاشت؟ من فقط عشق ریختم و دلتنگی هام به هم فشار آورده بودن، نتونستم برنامه بذارم، ولی خب برنامه گذار موقعیت ما رو درک میکرد، آدم انسانی بود، مثل همیشه شاد نبودم شاید،
چون چهرهایی که اونجا می دیدم منو یاد تمام عاشقان سینمای طلایی مینداخت که ماها رو بزرگ کردن، اسم ما رو بزرگ کردن، همونا پدر مادرای شما، خانواده های شما ما رو رسوندن به فرش قرمز، به جایی که همه دنیا راجع به ایرانی ها و بازیگرانشون عشق میدادن و اسمشون رو با صلابت میبردن. اون شب تموم شد، خاطراتش موند، برگشتیم به لس آنجلس و تکرار پشت تکرار و برنامه پشت برنامه. و دیگه از لس آنجلس که من اومدم بیرون و اومدم و راه طولانی اومدم و تو گرجستان زندگی میکردم، یه روزی حاجی بهم زنگ زد گفت من تو بیمارستانم. گفتم چرا؟ گفت تعالم پاره شده، چون قند دارم بخیه نمیگیره، تو بیمارستانم. دلم گرفت چرا باید یه همچین مرد شیرینی هنرمند گوشه بیمارستان بخواد؟ چرا؟ قسمت کار خدا کاریش نمیشه کرد. 8 ماه تمام حجی هی بیمارستان بود، رفت اومد، عملش کردن، 2-3 بار عملش کردن، بخیه ها جوش نخورد، پاره شد، برگشت از بیمارستان تو خونه و دوباره بیمارستان. و من تمام مدت تصویری با حجی جون توی بیمارستان حرف میزدم، دلداریش میدادم، قصه نخوره یهو، تنها نمونه یهو. آخه من و حجی دوتا بدن بودیم در یک روح، دوتا انسان بودیم در یک قلب. یادتون باشه اگه حجی دیر میکرد نفس هم میگرفت، اگه حجی ناراحت میشد قلبم درد میگرفت. رسیدم به روزهای آخر حجی که گفت دیگه دارم خوب میشم، میخوام بیام گرجستان. خوشحال شدم، گفتم پس میای خونه من؟ گفت نه، برای من یه خونه بگیر، من خواهم بیام تو خونه خودم 1-2-3 ماه ببینم حالا چجوری، ولی میام با هم برنامه بذاریم کار کنیم و اینو. گفتم اوکی. من رفتم براش یه خونه گرفتم، گفت بلیط هم گرفتم و دارم میام. من تاریخ داشتم برای اومدن حجی جون. بریم وایس حجی رو گوش بدیم. قربون همتون برم، من حجتی هستم، انشالله که حالم خوب شده، برای یه ما دیگه میام پیشتون، انشالله همیشه سر بالا باشین. شهناز تهرانی عزیز من که واقعا اینقدر دوستش دارم، خدا نگهش داره که زن فعال، خوشقلب، خوب، مهربون. تو این مدتی که من مریض بودم حال نداشتم، تنها کسی که منو پروتکت کرد و منو نگه داشت شهناز تهرانی بود. قربونتون برم، انشالله یه کار خاصی میتونه انقدر خوب بشه تو میکده، خودم هم میام اونجا براتون برنامه اجرا میکنم، فدای شما بشم. مرسی که منو عضو خودتون کردین، دستتون درد نکنه. آره، با من قرار گذاشت، وعده وعید داد که من دارم میام، میخوام بیام با تو کار کنم، مرسی که منو تو گروهتون گذاشتین. خیلی خوشحال بود، خیلی. روز موعود که قرار بود بیاد، من یه دلشوره تو روح و وجودم افتاده بود، داشتم پر میزدم. تلفن زدم به حجی، حجی جواب نداد.
دوباره زدم جواب نداد. بالاخره اینقدر زنگ زدم تا یکی گوشی رو برداشت. ایران جون خواهر حاجی بود. گفتم ایران چرا حاجتی جواب نمیده؟ گفت که حاجی جون مرد. حاجی تو خونش یه چای نبات خواستن خواهرش. میره رو تختش میخواد، تمام خونه رو رفته گشته، میگم بوی مامان میده. روحش شد، مادر خوبی بود، مادر مهربونی بود. میره رو تختش میخوابه و میگه ایران یه چای نبات داغ برای من بیار. ایران جون وقتی چای نبات رو براش میبره میبینه حاجی جون خوابه، دلش نمیاد بیدارش کنه، میگه بذار بخوابه. یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت، چهار ساعت نگران میشه، در وام کنه، میره میبینه حاجی جون خیلی وقت مرد. حجتی رفت، منو تنها گذاشت، خانوادش رو تنها گذاشت. دوست نداشت که بمیره، دوست نداشت از دنیا بره، چون عاشق مردم بود، چون عاشق حرفش بود، چون عاشق خانوادش بود، عاشق همکاراش بود، از مرگ بیزار بود. حاجی جون وقتی رفت نیمی از وجود منم رفت. دیگه با هیچ کس کار نکردم، جلوی دوربین نرفتم دیگه، تنزایی که با حاجی جون بازی کردم با هیچکی بازی نکردم دیگه، هیچ کاری بدون حاجی نکردم. شد پایان کار نمایشی و تنز و موزیکال برای من و حاجی. حالا همون موزیکالا، همون تئاترا، همون نمایشنامه‌های تنز کوتاه الان برای شما شد یادگار من و حاجی. یادگارهای قشنگی براتون گذاشتیم به خاطر اینکه با عشق براتون ساخته میشد، با مهر براتون ساخته میشد، برای اینکه عاشقانه ما شب و روز جلوی دوربین به عشق همون شماهایی که ما رو با لای پر قو بزرگ کردیم، با حرفاتون، با مهرتون، با عشقتون، ما با برای همون مهرآفرینی های شما زندگی رو ادامه دادیم تا مرگ. آخرین فیلم های من و حجتی امروز در دسترس شماست. هر وقت دلتون برام تنگ شد برای من و حجی، اون یادگاری ها رو ببینید که تمام عشق ما به شما بوده. روح شاد. امروز پنجمی سال مرگ آسمانی شدنه، مرگ حاجی جون 5 سال. و جا داشت که من یادی میکردم از خاطرات شیرین و خاطرات قشنگ حاجی جون برای شماها. نمیدونم من سال آینده در این تاریخ هستم یا نه، ولی همین چند ثانیه، لحظه، دقیقه، ساعت، نمیدونم چقدر شد، شد یه خاطره از من باز هم به یادگار برای شما. الهی همتون زنده باشین، پاینده باشین. الهی که دست مهرتون بر سر هنرمندان همیشه کشیده بشه و عشق بدین به هنرمندان.
ما به عشق شما زنده ایم تا زمانی که دنیا بریم، ولی یادتون باشه که مهر شما قشنگترین یادگار زندگی ما هنرمند هست. سپاس از اینکه لایک میکنید برای حاجی جون و از کارهای قشنگش حمایت میکنید. و من که شدم همه خاطرات سینمای طلایی و تئاتر رو داستان زندگی تلخ و شیرین شهناز تهرانی، دوستتون دارم، سپاسگزارم به خاطر همه عشقی که به ما هنرمندان دارید. روزگار خوش. خانواده پرمهر حاجی جون، تسلیت مجدد برای خانواده محترم حاجی جون و ملت هنرپرور ایران.